فرناز، فرناز گوشیت داره زنگ میخوره. چرا میپیچونه ای؟ چرا جواب نمیدی؟ حوصله‌شو ندارم. کیه؟ امیر. خب چرا روشن نمیشینین با هم دیگه حرف بزنین؟ ایشون خیلی محکم و جدی به من گفتن دیگه نمیخوان. حالا دیگه پشیمون شده، من مسخرش نیستم که. همینو بهش بگو. دیگه وقتی من روزی 10 بار بهش زنگ میزدم الان جواب نمیدم، باید بفهمه دیگه خر که نیست. وقتی یه چیزی واضح و روشن گفته نمیشه، آدم امیدواره. عمه جونش، ایشون هنوزم منو نمیخواد. الان من روی خوش نشون بدم همون آدمه. فقط منم که خودمو کوچیک کردم. الانم یا فضولیش گل کرده یا دلش سوخته. برای چی؟ برای اینکه داییت از گاراژ بهمون سهم داده؟ شاید هم امیر میدونسته. اینجوری میخواد 2 تا سهم ببره. همچه آدمی نیست. شما از کجا میدونی مادر من؟ نشستی تو خونه فکر میکنی اون بیرون همه مثل خودت سادن؟ آره من سادم. یه بچه‌مو مواد مخدر برد زیر خاک. یه بچه دیگه هم زانوی غم بغل گرفته و به من نمیگه چه بلایی سرش اومده. فرناز هر چی باشه من مادرتم. هر چی باشی برای من عزیزی. به من بگو چی شده. از روز دزدی چی شده؟ قربونت برم عزیزم. جون حاجی باز که این اومده؟ حاجی بدبخته، بعد قلقیاش هم مال اینی که مستعصله، نمیدونه چی کار میکنه. وضعیت خانومش از یه طرف، از یه طرف هم خواهرش طلاق گرفته پاشد اومده خونه اینا. بعد از اون هم ماشین پسرخالاش گرفته داره کار میکنه. خب بگو یه ذره روشو کم کنه. حاجی جوون غرور داره، شما به بزرگیت ببخشش، وقتی هم بره یه شری میشه اینجا. آرزی من از شر بزرگتر از این نترسیدم. این باید عذرخواهی رو یاد بگیره. حاجی قده من چی کارش کنم؟ پس بگو جمع کنه بره. سلام خانم. سلام. سلام. اینجا چی کار میکنی؟ کار مهمی داشتم که اومدم اینجا. اگه خونه نداریم؟ چرا؟ خونه داریم، اما انگار جای مناسبی برای صحبت کردن با جناب عالی رو نداریم. بفرم دست دردم. نشون آجو بخاطر مجید از من راحتی. باشه برای بعد. مجید مهاجم من نبود. گفتم باشه برای بعد. بله بله چشم. پس امروز همه رو مستفیض کردی. من که با تو بد اخلاقی نکردم. این چه کاری بود که کردی رسول؟ میخواستم اشتباهات گذشتم و یه کمی جبران کنم. یه کار اشتباه با یه اشتباه دیگه جبران کنی. آره مهم نتیجهشه، اینکه همه به حقشون برسن. واقعا فکر میکنه با گفتن خوابی که معلومم نیست دیده باشی همه قبول میکنن که تقسیم کنی گاراژو؟ حالا که فعلا همه قبول کردن. امیر چی؟
اصلا به اون فکر کردی؟ آره؟ به خواستش فکر کردی؟ اون الان خودشو بازنده میدونه. اگه راستشو بهش بگم خوبه؟ اینکه بفهمه پدرش کلاهبردار بوده خوبه؟ اگه بفهمه که باباش خطاشو جبران کرده و هزینه‌ش هم داره پرداخت میکنه، آره خوبه. شاید اونطور نشه. حتما میشه. تو اصلا قهر امروز رو فراموش کن. ها؟ زمان که بگذره بهت حق میده رسول. اون وقتی که ازم حرف شنوی نداره. مگه الان داره؟ نمیدونم. اون بچه الان خیلی احساس تنهایی میکنه. فکر میکنه تنها پشتوانش پشتش خالی کرده. اون وقت حق داره که فکر کنه خانواده باباش یعنی خواهراش و تنها برادرش. من خیلی با خودم کلنجار رفتم که اصل ماجرا رو بهشون بگم، اما نشد. من نتونستم. اصرار نکن آذر. سلام خانم. سلام آقا. حاج رسول میشه بیام تو؟ حالا که فرناز فهمیده بهتر نیست خودت به مرضیه بگی؟ قضیه کار کردنمو با ماشین؟ بالاخره خواهر بزرگترته. دلش قد فندوقه. خودم باید بهش بگم، خودم باید دلداریش بدم. عجب بمبی افتاده تو خانواده تولایی. قضیه گاراژ اگه جدی بشه شاید بشه کارهای بهتری کرد. میخوای سهمتو بگیری؟ قصدم این نیست، ولی رسول جدی بود. میگم این ماجرای بیمه و شکایت عجب به فکرش انداخته. انگار یه جور شرمنده بود. فکر میکنم میخواسته که ما فکر نکنیم پول صدقه است، تقسیم کرده بین همه ماها. میگم اگه بابات میخواست گاراژو تقسیم کنه چرا همون موقع نکرد؟ اصلا پولش چی شد؟ داد به خیریه. خیلیه چی؟ نمیتونم، به ما هم نگفت. یه روز با کمادمون حرف شد، یه دفعه گفت خراب بشه اون خیلیه. با چرا؟ نمیدونم، من نپرسیدم. ای کاش بشه یه جوری ازش سوال کرد. حتما خیلیه داره کار خلاف میکنه که بابا اومده تو خواب رسول بهش گفته پولو تقسیم کن. پشیمون شده شاید. شاید ممکنه. اصلا ولشون، مسئله چه ربطی به ما داره؟ ولشون. خیریه کار خلاف بکنه تقصیر بابای ما بوده. ای بابا، خدا بیامون نیتش خیر بوده. چی میگی رازیه جان؟ نتیجهش که خیر نبوده. دست شما درد نکنه. بپوش. الان؟ آره. حالا باشه بعد. بپوش. مگه اینه که تنم بده؟ نه بد نیست، فقط به درد همین خونه بابات میخوره. آه نه هیچ. تسلیم. تسلیم. خب. خب که دیشب که رفتیم پیش رسول گاراژ رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کرد برای همه. سهم خودشم داد به امیر، بقیه هم نفریه 4. وا والا چی شده؟ اتفاقی براش افتاده؟ نمیدونم.
میگفت که خواب بابامو دیده. من که از اول گفتم اونجا سهم شماست. اون خیریه که میگفت پولا رو بخشیده کو زیر زمینه. حالا شما این حرفا رو بیخیال شو. مهم اینه که از این بعد کلی از مشکلات زندگی ما داره برطرف میشه. تو هم هر چی دوست داری لیست کن. جان تو واقعا فکر میکنی مشکل من چیزایی که میخوام و ندارم؟ من مشکلم تویی. ناراحت نشی ها، ولی تو پولو خرجای علکی میکنی. خرج دک و پوزت، قیافت، اینا من رو اذیت میکنه. با یکی داره خرج میکنه، یکی مثل من تو نداره. ببین سوریا جان، فکر نمیکنی این حرفا دیگه تکراری شده؟ بابا به خدا دلم برات خیلی تنگ شده. تو اصلا پاشو بیا خونه، من کل خرج زندگی رو میدم دست خودت. اصلا هرچی خودت اوکی کردی میخریم، هرچی هم که اوکی نک. ببین اصلا این پولیوره رو میبینیم، کل زمستون و تابستون رو با همین سر میکنم. لازم نکرده، شما اون 25 پولیوره که داری با دورگار پیراهن با اونا سر کن بقیه بشیش. پس میاییم. آبا پاشو بیا، به خدا اون خونه بدون تو یه دقیقه هم تحملش نمیشه کرد. پاشو پاشو جمع کن بریم. جهان دلم برات تنگ شده. آهان اینه، به خدا کل زندگیمو واسه این جمله میدم. واقعا راست میگی. آره خانم تو این خیابون میخوای بری؟ خانم همین خیابون میخوای بری؟ نه همین جا پیاده میشم. اینجا رو میشناسی؟ بله خونمونه. من اینترنتم قطع و وصل میشه، میخواستم برم خیابون امجد، فکر کنم این خیابون بالاتره، سرای سالمندان توشه. آن سرای سالمندان تر خیابون ماست. اه چه خوب. فقط این که من اینترنتی حساب کردم، قابلت هم نداشتا. ممنون عزیزم. خیلی خوش اومدین خانم. اسم شریفتون؟ تولایی هستم، خانم و برادر آقا کمال. بله برادرم گاهی میاد بهشون سر میزنه. بله. قرص خواب خوردم، حالا لاله‌ها بیدار نمیشن. قبل از اینکه بیاین خبر میدادیم بهش قرص خواب ندن. این آقا ملاقاتی نداره جز یه نفر که گاهی صبح میاد که آقا کمال بیداره. اون آقا برادرم هستن. ایشون بیدار نمیشن، شما بهتر تشریف ببرین. من باهاشون کار خیلی مهمی دارم. ببخشید اگه میشه چند لحظه تشریف بیارین بیرون، من یه صحبتی باهاتون داشتم. ببینید خانم، من زندگیم تازه سر و سامون گرفته. به شوهرم قول دادم از 100 کیلومتری آقای تولایی رد نشم، ولی شما رو آقا رسول فرستاده اینجا. ببخشید من به خودشون هم گفتم زندگیم بخواد لطمه بخوره دهنم باز میکنم همه چیو میگم. شوهرم بی خود نبود ازشون اخاذی کرده بود. غلط کرده این، نمیدونم شوهر شما بیجا کرده در مورد آقای رسول فکر بد کرده.
من توی این مدت که مراوده داشتم با آقای تولایی متوجه شدم همیشه حق با ایشونه. همه بیجا کردن، غلط کردن، گویا ژنتیکیه. من نه قصد اینو دارم که آبروی ایشونو جلوی شما ببرم، نه شهره همچین قصدی داشت خانم. اون دنبال چندر قاز پول بود که از تغییر کاربری گاراژ به دست بیاره. همین خود آقا عامل دون پاشید براش وسط این مسئله کشوندش. دختر بیچاره با اون همه آرزو، اگه از اون اول صفر فاصله گفته بود نه، این داستانا نمیشد. مرگ شهره، زندگی من که یه قدم کنه با طلاق فاصله داشت. ای وای چی شد خانم؟ حالتون خوبه؟ یه خورده سرم گیج رفت. ای وای خانم باور کنی من جز با احترام با آقا رسول حرفی نزدم. خودشون دیدن شوهرم دیوونه شده بود. من حتی میترسم سر خود ایشون یه بلایی بیاد. زندگیم به شرط و شروط بنده. شهره کی بود؟ با امیر رابطه داشت؟ نه رابطه خاصی فکر نکنم. پس چی؟ با بعدش نمی اومد. یعنی دلش میخواست یه زندگی مرفه داشته باشه. از اون مهمتر پشت و پناه. شما تو دادگاه چند روز پیش حضور داشتین؟ خانوادش رضایت دادن. دادگاه داداشم؟ رسول؟ بله. ای وای خانم شما خبر نداشتین؟ ای وای تو رو خدا به آقا رسول نگین من بهتون گفتم. خب معلومه هر پرونده آخرش همینه دیگه. من خودم الان میترسم منو احضار کنن ازم یه سوالی بپرسن. واسه همین از شما پرسیدم چی شده دادگاه. شما با داداشم چی کار کردی؟ جسارتاً بهتر بپرسین ایشون چی کار کردن که برای مخفی کردنش این همه خسارت به بار اومد. خانم قسمت میدم از من و زندگی من فاصله بگیر. اما اگه گرسنت غذا هست. نه همه ممنون میل ندارم. فرناز حالش چطوره؟ حالش خوش نیست فرناز، اصلا حوصله نداره. مرتب داره میره آگاهی و میاد. تو هم که بهش گفتی دیگه نمیخواید. داره سعی میکنه که فراموشت کنه ولی تو نمیذاری. همه من دلم خواه هر روز تو رو ببینم ولی وضعیت فرناز فرق میکنه. شرایطش درک کن. ای بابا مگه چی شده؟ بعد من اگه بهش سر میزنم نگرانشم. یه موقع یه روابطی با هم داشتیم از بین رفته. فامیل که هستیم. سیگار نیستش همه که من یه ترکش کنم بذارمش کنار. من خودم مراقبشم. با من کار دارم. سلام. خدا رو شکر انگار بهتری. نه آره خوبم. چرا زحمت کشیدی؟ تا اینجا نمی اومدی پای تلفن میگفتی؟ نه با همین اطراف بودم، گفتم خودم بیام ببینم بهتری. نه ببین وکیل صابخونه رو پیدا کردن، فردا اول وقت میاد آگاهی. تو هم باید بیایی که قبل از اینکه بخوام بازجویی کنه شناساییش کنم. شاید خودش یکی از همونا باشه یا بشناسدش. فقط اینکه این وسط شاید پلیس بخواد یه چیزایی از تو بپرسه که از اون حرف بکشه. به من میدونم واقعا محیط سختیه ولی باید بیای کمک کنی که پیداشون کنیم دیگه. باشه؟ باشه. ببین یه سری سند از شرکت رو بردم، باید اونها رو فقط زحمت بکشی امضا کنی.
من پس فردا صبح خودم میام دنبالت دیگه. نه خودم میرم. نه منم بیام بهتره، شاید حضور منم لازم باشه. تارم از کار و زندگی انداختم، ترسم داییم شاکیشه. میترسی اخراجم کنه؟ دیگه رئیس مستقیم من که شمایی دیگه. یحیی تو میدونستی دایی میخواد یک چهار گاراژو بده به ما؟ نه سمیر چی میشه؟ هیچ، دلخور. سلام بابا، خوبی؟ خوبم خدا رو شکر. شام خوردی؟ میل ندارم. لباساتو عوض کن الان برات گرم میکنم. میگفتی میای صبر میکردیم برات. غذا داری؟ سی چی نگو، الان یه روبه یه چیز حاضری براش درست میکنم، کاری نداره که. شب بخیر. جانم پسرم، شب تو هم بخیر. مامان میشه فردا نرم مدرسه پیشت بمونم؟ برو بخواب. بگو باشه دیگه. میگم برو بخواب. خب بگو باشه، میرم میخوابم. شیطون باش. ای وای ترسیدم. خوبی؟ دلم برای اینجا تنگ شده. خب اینی که میگی یعنی ستونای زندگی هنوز نریخته. بله، جهان مهربان میشود و فیلسوف. بله ماما. جان ماما شبخه. ای دورت بگردم، شب تو هم بگردم. یه ماش به مامان بده. مامان یه دونم بابا.
یا قربونت برم، برو بخواب. شما هر کی از راه برسه کلید خونه موکلتو میدی؟ اونجا قرار بود برای یه مدت کوتاه دست یکی از اقوام آقای شجاع‌زاده باشه، همون موکلم که صاحب اون آپارتمانه. اسم و آدرس و مشخصات این قوم و خویش صاحب خونه رو اینجا بنویس. همسایه‌ها با من گفته بودن اونجا خلافکارا رفت آمد میکنن. منم با آقای شجاع‌زاده تذکر دادم، اونجا با هم قوم و خویش بودن، یه جور با هم کنار اومدن و قرار شد یه مدت اونجا باشن. چی کار است؟ میگه دلاله، جنس خرید و فروش میکنه، هر چی دمه دستش بیاد. شما خودتون شنبه ساعت 4 عصر کجا بودین؟ تو دفترم. کسی هم میتونه تایید کنه؟ آقا من گفتم کلید اون خونه رو ندارم، همه قفلارمون آقا عوض کرده. کسی میتونه تایید کنه؟ آره یا نه؟ بله، موکل جدیدم. شماره تلفن موکلتون بود. آقا اینجوری که آبروی من میره، دیگه کسی به من اعتماد نمی کنه بیاد موکل من بشه، میگه سرکارمون میفته به آگاهی. خانم جاهده بگیم بیاد تو. اسم براتون آشنا نیست؟ خانم فرناز جاهد. بفرمایید خانم. شما لطفاً بهشون بفرمایید من کاری نیستم، که دیگه احتیاج به شهادت موکل نباشه. ساکت باش آقا، شما واقعاً وکیلین؟ من تعجب میکنم، جلسه مواجهه است، نباید هیچ کدی رد و بدل بشه. شما اصلاً نترسید جناب سرهنگ، هر کسی خونه اجاره میده وظیفه نداره تحقیق کنه. نه، شما یا متوجه عمق فاجعه نیستی یا اینقدر وکیل آدمای خلافکار بودی که این چیزا برات عادیه. برام عادی نیست، اما کمکی بهتون نمیتونم بکنم. من همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، اگه موکلتون رو پیدا نکنید و نگیرید اینجا، خودتون رو بازداشت میکنید. به چه جرمی؟ پنهان کردن مدارک و مستندات و اختلال در روند پرونده. مگه شما وکالت تام بالاختیار ندارین؟ بله دارم. این آقا وکیل کیه؟ تا حالا ندیدیش؟ نه فکر نکنم. برگرد من احضار همه اینا مخصوصا اینو که اولی نوشتم. الان کلید خونه دست همین آقاست دیگه، فامیل آقای شجاع‌زاده. بله، همه رو احضار کن. خانم شما لطف بفرمایید یه رضایت نامه بدید، من برم دنبال کار زندگیم. متهم اصلی که پیدا شده از من رفع اتهام میشه. رضایت بدم؟ برای چی رضایت بدم؟ خانم شکایت شما که دردی رو دوونه میکنه، دادگاه پر شکایته. به نفع من وکیلم هست، اما به نفع شما نیست. والا منم اینجا بی تقصیرم. بی تقصیرین؟ چطور موقعی که خونه به خلافکار میدین همه چی به شما ربط داره، موقعی که بحث پول و اینا باشه؟ تو با سرلک همدستی نه؟ سرلک دیگه کیه؟ خانم جاهد لطفاً هیچ اطلاعاتی بهش ندید، نه اسم نه آدرسی. هر زن و گمانی هم داری با ما در میون بذارید. آقا من میدونستم اینا خلافکارن. همسایه‌ها هزار دفعه شکایت کردن، چرا پیشو نگرفتی؟ خانم مگه من بیکارم؟ مگه بیکاری؟
دختر و خواهر خودت هم بودن بهشون دست درازی میشد همینو میگفتی؟ آره عوضی همینو میگفتی؟ هر کی مسئولی از سرش بشه بیکاره؟ هر کی خونشو بر آشغالی کرده نده علافه؟ کسافت آشغال؟ تو منو بدبخت کردی؟ تو شریک جرمی؟ تو اون زلک آشغال؟ بیا توی نمیشه آقا، باید با داخل هماهنگ کنم. آقا من باشون کار دارم، اونا که با من کار ندارن میخوان هماهنگ کنن. جان من شما خودت درست نمیدین کدوم بخش باید بری. بذار برم پیش خانومم تنهاست پهلوش باشم، انقدر اذیت نکن. گفتم که اینجا آگاهیه، شما هم درست نمیدین کدوم دایره باید بری. من میخوام برم همین دور و بر میرم پیداش میکنم. آها چیز دیگه، همین دایره سرقته. اسم خانومت؟ اسم خانومم فرناز جاهد. دایره سرقت نیست، چه دیگه؟ کجاست؟ کجاست؟ لطفاً برو بیرون آقا، مزاحم نشو. خودش میاد میگه کجا بوده. بفهم. سرباز اینجوری. چی؟ میگم چقدر مونده خدمتت بگم. بفرمایید بیرون آقا. بفرمایید بیرون. بایستم برم ماشین بیارم. فرناز فرناز سر داری که اینجوری خوبی؟ فرناز واقعیتش من خیلی فکر کردم، یه ساعتی پیشم به خواهر راضیه گفتم من دست شما درد کنم آذر خانم، دیگه من نمیتونم صبر کنم، باید شما رو ببینم. آقا ما اصلا یه همچین توقعهایی نداریم، توقع که چه عرض کنم، اصلا این لطفی که شما میخواید بکنید سهم امیره، به ما چه ارتباطی داره آخه؟ شما تا اینجا هم خیلی به ما لطف کردید، یعنی منت گذاشتید بارها رو سر ما. نمونش همین الان آذر خانم، شما که دیگه غریبه نیستید، عقبی بنده تو خانه سالمندانه. همشیره آقا رسول راضیه خانم بارها خواسته بره سر بهش بزنه سر اختلاف من، با اون نذاشتم بره، ولی آقا رسول از یه برادر برام بهتره، دائم سر بهش میزنه. اینا حسابه، ما اینا رو میفهمیم، همش که مال دنیا و ثروت و اینا نیست. خیلی مردی. ببخشید میونه کلمتون، من یه تلفن واجب دارم باید بزنم. ببخشید روزی جان، میوه بذار برش. چشم بخورم. بفرم آقا. برحال من این سهم رو از تو گذاشتم، خواست پدرمونه، میتونی
بریزیش تو جوب. نندادا شما کلی پول دادیم واسه کارش به آقا جون خدا بیامرز. دادم که دادم، الان یه قضیه دیگه هست. اسم این خیریه‌ای که آقا جون پول گاراژ بهشون داده چیه؟ که چی؟ شما بگو تا بگم. جمعش کردم فکر کنم چی بود؟ یادم نیست. یعنی هیچ سندی هیچی ازشون نداری؟ نه من ندارم. جمع شده دیگه. نه من میگم شاید یه ریگی به کفششون باشه که آقا جون خواسته الان پول و گاراژ تقسیم بشه. چرا همون موقع نخواسته؟ آه بابا، یادم باشه دفعه دیگه که آقا جون میاد بخوابم بهش بگم چرا زودتر نگفتی آخه. آخه این چه حرفیه میزنی رازی؟ این سهم توه، بگیر خیرات کن برای آقا جون. نه داداش ما نمیگیریم، به هزار و یک دلیل که یکیش امیره، این گاراژ ته تهش مال اونه. ای بابا، نمیدونم چرا اینقدر قضیه رو سختش میکنه. چون سخت هست. به نظرم آقا رسول اون سهمی که بر ما قائلین رو بدید به امیر جان. بالاخره اول و آخر به قول همشیرتون سهم اونه دیگه. ما دلمون برای گرفتنش رضا نیست. چجوری بگم، خود شما پولی که مطمئن نیستی برای شماست میتونی خرجش کنی؟ شنیدی؟ نباید میشنیدم. چرا باید میشنیدی؟ تو میدونستی اینطوری میشه؟ از اولم بهت گفته بودم این مسئله یه سختت به این راحتی ها نمیشه. هیچ وقت ریاضیم خوب نبوده. های تخته معادله که بایی میسدم و انگشتام حساب میکردم. بعدها فهمیدم هر معادله یه فرمولی داره. داره لطف میکنه، چرا اینجوری باش حرف زدی؟ جوری دیگه حرف میزدم قبول نمیکرد. یه جوری انگار دلخور شد. من فکر کردم از مام تازه ممنونه که قدردان زحماتش. اینجوری همون چیزی که فکر میکنه به بابای خدا بیامرزش مدیون بوده انجام داده، هم امیر به سهمش میرسه. معلوم بود تعارف نمی کنیم. نه چه تعارفی، تا اینجاش هم بی خود گرفتیم. مراقب باش تلفن جواب. ببخشید. الو بفرمایید. بله خودم هستم. چشم. برای کی؟ فردا صبح. بیدارن دیگه. ممنون، خیلی لطف کردین. راضی تبلایی از بستگان. بله بله. کی بود؟ یکی از مسافرها یه چیزی جا گذاشته، باید برسونم دستش. شماره شخصی تو میدی به مسافرها؟ نکن این کارو. تو اصلا میدی اینا کیان چیان؟ وسیلهشو لازم داره، باید برسونم دستش. اون که خاموشه، گفتم به این زنگ بزنه. این چه گفتی از بستگانن چی؟ خیلی سوال میپرسی جلال. چش دیگه نمیپرسی. برای همین میگم این سوال میپرسی، حواسم پرت میشه. حواست پرت بود، گردن ما ننداز. خدا رحم کن.
چی شد فرناز جان؟ دوزار رو پیدا کردن؟ چیم؟ اون آشغالا رو دیدی حالت بد شده؟ نه اصلا اونا نبودن، یه دوزار دیگه ای بودن. پیدا میشن مامان، منم فدای سرت اصلا. بس برم یه چیز بیارم بخوری. پشو یه قلوب از این بخور، الان برات ماهیچه میذارم جون بگیری. پشو عزیزم، وای مامان چقدر دستت یخه، میخوای بریم دکتر؟ نمیخوام مامان، ولم کن، داغه. من کل سهممو از گاراژ میدم به تو، هر کاری میخوای باش بکن. میخوای از اون ماشینا که دوست داری بخر، میخوای بزنش به یه کاری، میخوای هر... من اون پولو نمیخوام، شما هم نباید بگیری. چرا؟ نمیخوام. چی شده؟ امیر چیزی گفته؟ من دیگه از دایی پول نمیخوام، هرچی تا الان گرفتیم کافیه. والا من خودم هم تعجب کردم، ولی رسول خیلی اصرار داشت. اگه اون پولو بگیری من از این خونه میرم. کجا مثلا؟ میرم. رسول چی گفت؟ هرچی بگه، جلال میگه نه. والا پرنازم میگه اگه این پولو بگیری من تو خونه نمیمونم. نمیتونم، این داره چی از من مخفی میکنه. حالا من باهاش حرف میزنم. آره، همیشه تو حرفشو بهتر میفهمی، ولی راضی اصلا حالش خوب نیست، عادی نیست اصلا، حاضرم نیست بره دکتر. با آذر یه مشورت بکن، بالاخره سرپرستاره، یه نصف دکتری میشه. آره راست میگی، باشه حتما این کارو میکنم. دوباره سلام. سلام. فرناز خانم بهتره؟ رفتی آگاهی، چه اتفاقی افتاد؟ اینجور جا بیشتر به سوال و جواب رو در رو کردن میگذره. من درست جواب بده، میگم چی شد رفتی اونجا؟ از خودش بپرس. دارم از تو میپرسم. یکی از رفیقای قدیمی من افسر آگاهیه، ازش خواهش کردم هوای پرونده رو یکم داشته باشه، اونم داره سری کارا رو انجام میده. من بیشتر رفتم که آشنایی بدم. کمتر به چه دلیلی رفتی؟ امیر جمال، هممون خسته ایم، بهتر سرمون به کار خودمون باشه که این روزا بگذره. آقا میگم فرناز از چی داغون شد؟ کیو اون تو دید؟ دزدار شناسایی کرد یا نه؟ چرا توضیح نمیدی درست؟ واسه خودش بپرس. آقا الان تو شرایطی نیست که من ازش سوال بپرسم. برای چی فهم کنی اطلاعات من از تو بیشتره؟ تو چی میخوای از زندگی ما؟ از زندگی شما؟ آره دیگه، رخنه کردی تو دفتر بابای من، تو زندگی من. الکی هم بلند میشه چهار تا پرونده زیر بغلت میذاری که بگی کلانتری بودم. الان مثلا خیلی تو رازداری؟ اگه فرناز زنته که رازدارش خودتی، ازش سوال کن هرچی لازم باشه. منو نپیچون. برو از سرعت کنم، برو از سرعت. دست بل کن بابا.
خوش اومدین. ممنون. رسول کی میاد؟ رفت قدم بزنه. پیاده روی براش خوبه. میخوای زنگ بزنم زودتر بیاد؟ نه نه، اتفاقا میخواستم با خودت یه مشورتی بکنم. ماجرای گاراژه؟ نه بابا، راجع به اون که با خود رسول حرف میزنم. چیزی شده؟ ماجرای دوزی از فرنازو که میدونی. حالا چجوری بوده و چی ازش بردن بماند، ولی از اون موقع تا حالا فرناز خیلی حالش بده. بچه‌م به شدت عصبی شده. میشه بیشتر برام توضیح بدی؟ بلا چجوری بگم، یه وقتای ساکته، یه وقتای تو خودشه، یه وقتای بغض میکنه، میره تو اتاق در میبنده، شروع میکنه به داد و فریاد کردن. میترسه، شبا نمیخوابه، از صدای رعد میترسه، از صدای بارون میترسه، میاد بغل من میگیره میخوابه. اصلا از فرناز بعیده، میدونه که چه دختر نترسی بود. از صحنه دزدی براتون تعریف کرده؟ توضیح زیادی که نداده، هر وقتم که میپرسم داد و فریادش میره به آسمون. دکتر نبردیش؟ نه بابا، حرف دکتر که میزنم اصلا قشقرق به پا میکنه. امیر میتونه کمکش کنه؟ امیر رو ول کن تو رو خدا، امیر اصلا بلد نیست چطوری با این دختر رفتار کنه. قبلا که امیر کم محلی میکرد، الان اصلا فرناز نمیخواد امیر رو ببینه. میخوای من باش حرف بزنم؟ نه، اگه بفهمه با شما حرف زدم اصلا اعصابش خراب میشه. باید ریشهشو پیدا کنیم، بالاخره این بچه باید با یکی حرف بزنه. حالا با خواهرم یه خود راحت تره، گفتم اگه بشه اون باش صحبت کنه. بهش گفتین این کارو بکنه؟ آره گفتم، گفت به یه فرصتی هم که این کارو بکنم. ببخشید تو رو خدا دیگه، همه زحمتمون افتاده گردن آقای یحیی این روزا. اون روز دوزی که فرناز رو رسوند خونه، بعدش هم هر روز میاد میبردش دادگاه و کلانتری این برون بر، مثل این که یه دوستی داره اونجا تو کلانتری. آره آره، دوست دوران مدرسه‌شه. چاییتون بفرمه، یخ نکنه. ممنون، دست درد نکنه. رسول من ببخشید، با اجازتون من یه سر به ماه منیر بزنم. باشه، نیروی براتون بذارم یا خودتون برمیدارم؟ نه ممنون، خودم برمیدارم. روشه جان، مرزی خانم اومدن. چه خوب. سلام. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ممنون. خوبین؟ ممنون. از این برا خیلی شالا. والا من که این روزا خیر و شرم رو گم کردم. خدا نکنه، خدا نکنه. خب خودت چطوری؟ فرناز چطور؟ سلام میرسونه. سلامت باشه. چرا نمیاد سر کار؟ یه کمی مریض احواله، بعدش هم این ماجرای دزدی و کلانتری و دادگاه و این حرفا داره. بله بله، در جریانم. حالا پیدا شدن؟ نه هنوز، ولی گفتن پیداش میکنیم. انشالله انشالله. ببین داداش جانم، این ماجرای سهم و اموال و این حرفا دستتون درد نکنه. شما همیشه به ما رسیدین، ما هم خیلی ممنونتونیم. اینم از طبع بلندتونه که به خاطر یه خواب دارین همه اموالتون رو تقسیم میکنین. خواهش میکنم، مال خودتونه. چند سال پیش من امانت بوده. رسول جان، تو همیشه به ما لطف داشتی. این بزرگواری الانتم وقتی به درد من میخورد که فرزادم زنده بود، میزدش به یه کاری برای زندگیش. خب قسمت نبود دیگه،
الانم که فرزاد نیست واقعا این پول به چه کار من میخوره؟ آخه این چه حرفی؟ فرزاد نیست، فرناز که هست، خودت که هستی؟ راستشو بگم داداش، فرنازم میگه من نمیخوام، میگه من این پولا نمیخوام، تو هم نباید بگیری، بهش احتیاج نداریم. درستم میگه، خب خونه داریم، ماشینم زیر پای فرناز هست، جهیزیش هم که خود شما کلیشو خریدین گذاشتین توی انبار، دیگه میخوایم چیکار؟ این دیگه از اون حرف هاست. فرناز گفته نمیخوام. فرناز که همیشه مشغول دو تا چهارتا هست. فرناز و امیر تو تولایی ها از همه پولکی ترن. کم مونده جهانم بیاد بگه من نمیخوام، اون وقت من میگم آخر از زمون شده دیگه. راستش فرناز میگه نمیخوام، منم فکر کردم که ارزششو نداره که بچه‌مو به خاطرش ناراحت کنم. آخه چه دلیلی داره؟ اگه شما فهمیدی منم فهمیدم. آخه شما دارین با این کارتون به من توهین میکنین. از کی تا حالا اینقدر رو حرف من شما حرف میزنید؟ مگه من قراره چی کار بکنم ها؟ من قرار سهم پدریتون رو بینتون تقسیم کنم، همین. خدا بیامرز خودشم به خوابم اومده گفته بکن این کارو. حالا هی نمیخوام نمیخوام یعنی چی؟ این عوض دست درد نکنه است؟ هی این دست اون دست میکنید که چی؟ نمیفهمم. نکنه کسی زیر پاتون نشسته؟ آخه راضیه بلند شده اومده نشسته اینجا بخ کرده، انگار میخوام سرطان براش ارث بذارم. این پولو مفت که به چنگ نیوردم، حاصل 20 سال زندگیمه. سهم پدریمونه، باید بین همه تقسیم بشه. فرناز گفته اگه این پولو بگیری من از این خونه میرم. فرناز غلط کرده. از کی تا حالا فرناز اینقدر خودسر شده؟ ها؟ مگه بی خونمونه؟ مگه بی کس و کاره؟ مگه بی آبروه؟ هی میخوام خفشم، هی میخوام حرف نزنم. دور از جونتون. اگه دور از جونمه، سهمتونو بگیرین و برین و سلام. داداش تو رو روح بابا، منو ننداز وسط برادر و بچه. شما هر دوتاتون برای من عزیزین، ولی خودت میدونی فرناز غیر از من هیچ کس رو نداره. من دیگه باید برم، دیر شد، فرنازم تو خونه تنهاست. رسول تو رو خدا از من به دل نگیری. یا خدا حافظ. درد داری؟ آره، اینجا یه درد گنگ داره. باشه یکم استراحت کن. باشه. ببینم پشتشونت هم درد میکنه؟ نه، چیزی رو که فکرشو نمیکردم شد. مرزی هم موافقت نکرد. برم یه دمنوش گل گابزبان برات بیارم.
بارسلونا چه پاس خوبی داد سوارز، نیمار حرکت نتری میتونه بکنه یا نه، تو میندازه برای لیونل مسی، پاسش خوب نبود و کلی سخت کرد کار لیونل مسی رو. لین ماسکرانو زیر توپ میزنه، راول گارسیا گیت تو پیک زبه سر رو میزنه، یه مادرید رو برای رئال برگزار کنه که یه جوری محروم کردن کریستیانو رونالدو. سلام علیکم. سلام از بنده است. بعد اون شهر مادرید از دست نخواهد داد. جرارد پیک تو به عمهات راجع به گاراژ و سهمشون حرفی زدی؟ نه خیر. بفرما چی؟ به اونم نه خیر. دونه به دونه دارن میان میگن سهم اون نمیخوایم. چرا؟ برای اینکه این رونالدینیوی پدر من، راستو نگاه میکنی چپ و پاس میدی، منم جای اونا بودم قاطی میکردم دیگه. امیر یه ذره جدی باش، دارم جدی میگم. این همه بلا سر اون اومد سر تصمیمات احمقانه تو راجع به گاراژ، بازم میخوای ادامه بدی؟ دست بر نمیداری؟ بذار خلاص شیم از نحسیش. نحسیش خرابیشه، نحسیش کهنگیشه. این همه زمین تو سطح شهر هست که دارن توش برج میسازن، نحس که نیز هیچ، برای چهار نسل بعدشون هم دارن پول میبرن. آره این همه برج سر به فلک کشیده که هوای شهر رو گرفته، این خوبه؟ جوونی ما راه میرفتی تو شهر کیف میکردی. زمان شما جمعیت اینقدر نبود پدر من، الان صحبت کلان شهره، ویژگیش هم همین چه میدونم چهار تا برج و پاساژ و برنده. همین دست شما افتاد که اینجوری گند زدین. بله حق با شماست، برجا کار ماست، ترافیک کار ماست، رشوه کار ماست، فسق و فجور مال نسل ماست، مال نسل شما نیستش که. امیر خودزنی نکن، دارم راجع به گاراژ حرف میزنم. پدر من مگه قرار نبود شما با تغییر کاربری گاراژ موافقت کنین؟ چی شد پس؟ پای آذر خانم اومد وسط، بحث ازدواج پیش اومد، همه چی به هم ریخت. این کار چه منفعتی برای اون داره؟ ها؟ منفعتی برای اون نداره، ولی اون میخواد بگه قهرمان داستان زندگی شماست، میخواد خودشو شیرین کنه، میخواد بگه پول چرک کف دسته. اصلا پول خودمونه، میخوایم آتیشش بزنیم. چی میگی حالا؟ من چیزی نمیگم، آتیش داری میزنی، ولی آینده منو داری آتیش میزنی، زندگی منو داری آتیش میزنی. این همه آدم دارن تو سطح شهر زندگی میکنن، باباهاشون کارمندن، میرن وام میگیرن میدن بچهشون یه کار کاسبی برای خودش راه بندازه. همین پروانه باباش کارمند راهنه، اندازه من پول آورده وسط، ولی من چی؟ هی حالا بگم پسر رسول تولاییم، تولایی تولایی تولایی، صبح زور شب دارم همینو میگم، خالی میشم پر میشم، خالی میشم پر میشم. چی آیدم شد؟ جیبم که پر نشده، چی خالی هم شده. خیلی وقیه امیر، واقعا فکر میکردم آدم شدی. اصلا فکر کن بابات اون کارمنده هم نیست، هیچی هم نداره بهت بده. آره که هیچی نداره بده. واقعیت اینه که پدر من خیلی هم داره، ولی من خونوادش نیستم. خونوادهشون دوتا خواهرشن و اون برادره بی کفایتش که اصلی من خونه و گاراژ نیست، آبروم. دیگه به من نگین شبا چرا نمیای. الو عمه قطع و فصل میشی، من نمیفهم اصلا چی داری میگی.
یه جا وایس آنتن بده. چی؟ همه دادناد دک و من نمیفهمم چی میگی آخه. خب فرناز چی؟ چی جو؟ وای چی؟ وای 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 اینجا چه خبره؟ تو دفتر شما چه خبره که بچه من نه پاش اونجا میذاره نه از شما پول قبول میکنه؟ تو دفتر من چه خبره؟ تو خونه تو چه خبره؟ تو دفتر من خبری نیست جز اختلاف حسابای چند ده میلیونی که حساب کتابش دست بچه خواهرمه. بعد من به رو خودم نمیارم میخوای این گندو به حساب من بذاری؟ به جایی که شال و کلا کنی بلندش بیای خونه من بگی من پول نمیخوام، پولو بگیر خرج و آرامش دخترت بکن. خیلی خوب نسول میرزا بی خیال، چه غلطی داره میکنه زنت؟ اینجا جای مناسبی اصلا برای این صحبت ها نیست. کجا مناسبه؟ خیلی خوب رسول. من کی باید بفهمم دورو برم چه خبره؟ خاک تو سر من با این بزرگتر بودنم. بابا منم از شما بیشتر نمیدونم، شاید کمترم بدونم اصلا. اینجا بیمارستانه. خیلی خوب ما رفتیم. آروم باش. عصبیه. ببخشید وقتی عصبانی میشه دیگه دست برشت. آقا یحیی میدونه انگار برای فرناز چه اتفاقی افتاده ولی خب به من نمیگه. مطمئنی؟ تقریبا بله. با خودش حرف زدی؟ بله. خب؟ خب که داشت به مشت و لگد میرسید دیگه. یعنی چی؟ تو یحیی امیر تو یحیی با هم دعوا کردی؟ دعوا که نداشت، زد و خوردی میشد. آخه هی میگفت برو از خود فرناز بپرس. حالا که اصلا تموم شد. شستشوی معده انجام دادیم، بخش کمی هم از دارو هضم و جذب شده که عوارضش یکی دو روز خواب آلودگیه. فقط برای تکمیل پرونده لطف کنید این برگرم پر کنید. چشم. این قسمت علت اقدام به خودکشی رو بنویسید.
ببخشیم. آروم باش، بخواب مادر. فکر کردم چشم رو که باز کنم فرزاد رو میبینم. هیچ کدومتون به من بیچاره فکر نکردیم. اون از فرزاد که نصف جونم گرفت، این هم از تو که میخواستی تمومش کنی. میشه مادر، دکتر باید بیاد ببیندت. میدونم، میدونم چرا به دیدن من نمی اومدی. بین من و برادرم قهر و قهر کشی بود، اونم شما رو منع کرد از دیدن اومدن. رسولم که می اومد به احترام جلال نمی اومد، که اگر اینطور بود خب خودش جلال رو برمی داشت می آورد. فقط برای سبک کردن وجدانش این کارو می کرد. رسول همیشه می گفت که خیالمون راحت باشه. آقا کمال، وجدان شما و رسول از چی ناراحته؟ حساب من و اون با هم دیگه خیلی فرق میکنه. این فوتبالیست ها رو دیدی که گل میزنن؟ بعضی وقتا کف زدن و تشویق تماشاگر نباشه دیگه از گل زدن خبری نیست. منظورتون رو نمیفهمم. فرض کن من تماشاگر بودم، اون بازیکن. نمیدونستم داداشم فوتبال بازی میکرده. بی خیال زنده داشت، بی خیال. از گذشته و رابطتون با رسول بگین، بیشتر بگین. بیشترش خوشگل نیست، زشت و بده. باشه، هرچی که بوده بگین. آخه برای چی؟ نشنیدی که میگن آب رفته به جوی باز نمیگرده؟ گذشته بیریخت و کثیف حال آینده رو به گند میکشه. خدا فرصت پاک کردنش رو به آدم میده اگه آدم لایق باشه. من میخوام بخوابم. اسم خیریه رو نگفتید که؟ نمیخوام بگم. خب چرا؟ برای اینکه وجود نداره. کدوم خیریه؟ یه مثقال عقل تو کلتون هست؟ اگه باباتون پول گاراژو از رسول گرفته داده به خیریه، خب حالا چرا داری میگه بده به بچه ها؟ رسول اینجوری باید حقش ضایع بشه؟ رسول چی کار کرده آقا کمال؟ چه ارتباطی به شما داره؟ این وسط نقش شما چی بوده؟ آقا کمال، قرصاتون. خانم وقت ملاقات تمومه، بفرمه. من قرصامو نمیخورم. مرگ اینجا نشسته، از قرصای تو هم نمیترسه. دارو دادن بهشون یک ساعت زمان میبره. اتاقو خلوت کنی لطفا. سلام، چی شده؟ به اوش اومد؟ خب خدا رو شکر. آره من تا نیم ساعت دیگه میام. زمیم رو افتاده تا زور میرسه. من چه میدونم، گفت میخوام بیام دیگه. آره خدا حافظ. همین روزا من دوباره برمیگردم. یه موقعی هم میام که دیگه نه وقت دارو باشه، نه وقت خواب، نه آدرس غلط دادن. فعلا خداحافظ. به جلال سلام برس. نمیدونه من اینجا. خیر باشه آقا. آقا وقتت به خیر باشه. اخیرم بازی در میاره. آقا بلپوش بره یه دونه اون گنده هاشو بخر. درد نمی کنه. دیشب سراسیمه کجا رفتی تو؟ من زیر کارون داشت.
کماله. ولش کن، الان حوصله تنها کسی رو که ندارم همونه. پس الان که حوصله ما رو داری اینه؟ عباس با من کلکل نکن. نه آخه مرزی کارمون داشت جواب من نید. بابا فرناز حال نداشت بردنش بیمارستان. مرزیارم که میشناسی چقدر شلوغ کنه. ما هم فکر کردیم خبری رفتیم دیگه. خب این دیگه قایم کردن داشت. عباس رئیس اگه ناراحت نمیشی، آذر کجاست؟ دخترم رو میگن رفت خونه یحیی. حتما میخوایی بپرسی چرا. والا نمیدونم چی کار داشت رفت. شما دیروز به حساب من یه تومن ریختی؟ گفتم بچه های دفتر بریزن. ولی همیشه 2500 میریختی. گفتم شاید اشتباهی شده. فکر کنم دیروز ریختم. سلام علیکم. سلام. چه خبر؟ اول صبح زنگ زدی بمو خونه کارت دارم و... بین تو و امیر فرناز چه خبره؟ ببین من به اندازه کافی با امیر و خانواده‌اش داستان دارم. خواهش میکنم تو یکی دیگه. خبری نیست بین ما. پس امیر میگه تو میدونی که برای چی فرناز این کارو کرده؟ کدوم کار؟ یحیی خودتو به اون راه نزن. فرناز چیکار کرده؟ هیچی بابا تو. یه لحظه باز خاله، من واقعا نمیفهمم چی داری میگی. من از این شب تا الان هر چی زنگ زدم فرناز گوشیش هم جواب نداد. دیروز یکم تو آگاهی از من دلخور شد و من زنگ زدم براش توضیح بدم همین. یعنی تو نمیدونی چه بلایی سر فرناز اومده؟ از همه جا بیخبری؟ چه بلایی سرش اومده؟ جواب منو بده یحیی. خاله جان من بگو تو رو خدا چی شده؟ چرا هول شدی؟ خاله چرا اینجوری میکنه؟ میگم چه بلایی سر فرناز اومده؟ دیشب یه مش قرص و یه جا با هم خورده. الانم بیمارستانه بنده خدا. یعنی تو نمیدونستی؟ حالا حالش خیلی بده؟ وضع جسمیش نه، ولی از نظر روحی خیلی داغونه. چرا من مراقب این نبودم؟ تو چه کارشی که مراقبش باشی؟ پس امیر بی ربط نمیگفت که تو یه چیزی رو مخفی میکنی. ربطی به اون نداره. پس به چی ربط داره؟ اینا میخوان با هم ازدواج کنن. باید امیر همه چی رو بدونه. ببینم ماجرا چیه. وقتی من رفتم دفتر آقا رستورینا، حسابشون خیلی با هم اختلاف داشت. خب همین. یعنی چی همین؟ کلافم کردی یحیی؟ با تو رو خدا نخواهی من آبروی کسی ببرم. این اختلاف حساب در رابطه با فرنازه؟ از حساب شرکت برداشت میکرده؟ من بهش گفتم قبل از اینکه با آقا رسول بگم خودت یه فکری برای این داستان بکنه. اولش قبول نمیکرد، گارد گرفت و اصلا کلن انکار میکرد، ولی کم کم گفت. اون ماجرای دوستی هم در رابطه با همینه؟ حرف بزن یحیی، شاید بتونیم کمکش کنیم. یکم دیر شده. چرا؟ یه پولی میخواسته بده به یکی، نمیدونم برایش کاری انجام بده، باهاشون توی آپارتمان قرار میذاره. خب؟ اونا میان در آپارتمان رو قفل میکنن، همه پولاشو ازش میگیرن و... ببینم چیز دیگه ای هم هست؟
حالا فقط تو رو خدا به کسی چیزی نگی. تو از کجا فهمیدی؟ خودش بهت گفت؟ اون روز تو بیمارستان ماموره یه چیزایی گفت، بعدش هم که دیگه خودم رفتم آگاهی کل داستان رو فهمیدم. حالا من باید چی کار کنم؟ اون به من اعتماد کرده. برای اینکه سوء تعبیر نشه اصلا نباید بهش نزدیک بشی خاله. امیر الان حساس شده، ممکنه فکرهای ناجور بکنه. اون اصلا دیگه نمیخواد با امیر ازدواج کنه. یعنی چی؟ اینو خودش گفت؟ آره، گفت دیگه اصلا امیر رو دوست نداره. تو باعث بانی تصمیماتشون نشو خاله. برای من میخوام ببینمش. اصلا فعلا فکر فرناز از سر دور کن تا ببینیم چی میشه. حرف منو گوش کن خاله، قول بده یحیی. درکی ندارم